کتاب سبویت، اثر نیما شهسواری، وطن. چرا این جهان جایی برای زیستن ما در خود ندارد؟ چرا ما را در خود جای نداده است؟ آیا این جهان بزرگ مادر همگان است؟ مام وطن ما را به کدامین دستان سپرده است؟ وطنم را پاره پاره کرد، تلخی مرگ را به جانم روانه کرد. وطن، چه کرده ای با آنچه فرزند تو بوده است؟ چه به من عطا کرده ای از آنچه خاک من بوده است؟ تو را پدر و مادر من خواندند، بیشک تو همانی که آنان خواندند. آخر تفاوتی میان کردارتان نبود، هر دو به یک چوب مرا از خود راندید. چه بود مگر در میان این جان لاجور من؟ چه بود که این گونه بر من تاخته ای؟ آری، تمایلاتم با شمایان تفاوت کرد. من زن بودم و زنان را به جان طلبیدم، یا مرد هستم و مردان را به خود راه دادم. آخر مگر همه دنیای ما در میان همین شهوت ها نهفته است؟ در میان روز، ماه و سال بنگر و خود به قضاوت بنشین که چگونه همه دنیا را میان همین آلت و همخوابگی ها تفسیر کردند. بیشک اینان همه زندگیشان در میان همین طاعت و عبادت هاست. شهوترانیشان عبادت است، ستایش است. اینان به آلت سجده میبرند. شاید آن را قبیح و کریه و شرمگاه میدانند تا کسی به آن نزدیک نشود. نمیدانند، اما مرا به چوب راندند و تنم را پاره پاره کردند. یاد تلخی و سوزش شلاخهایتان در سرم جوانه کرده است. مرا میرویاند. هر بار تکه‌ای از گوشت تنم را به دستانم داده اید، چرا که آلت بر آلت زنی نهادم. نخواستم با مردی بخوابم و خود را به اختیار او واگذارم. آخر دیوانگان، شما چه دیده اید در خود که همه چیز را مالک شده اید؟ از جهان تا تک تک موجودات شما چیستید و کیست آن کس که شمایان را خلیفه خوانده است؟ این چه جسارتی است که در وجودتان لانه کرده است؟ از کجا این گونه قبیح شده که سر بر حریم دیگران فرو برده اید؟ همخوابگی ها را مهار می کنید و آنچه خود طالب آن هستید را راه جهان می پندارید. راستی برای زدن شلاق بر جانم شاهدی بود که همه چیز را دیده است. او از اینان بود و اینان او را بر این کار گماردند. این فلسفه سر در گریبان دیگران بودن اینان را آفریده است. آری، اینان در آمدند تا نه خود و نه دیگران هیچ تن زندگی نکند. مهر و عشق را به حصار باور آلوده در آورده اید و بران فخر می فروشید. وطن و مادر، هر دو به یک نام مرا خواندید. هر زن نامدار جهان شمایان منم. اما بیشک تفاوتمان در چیست؟ آیا تو از سر عشق آغوشی در نیامده ای؟ آیا تو خود را از باکرگان میخوانی؟ آیا به حماقت آنان آلوده شده ای که تن را باید محفوظ داشت و بر آنچه وجود است لعنت فرستاد؟ یا تو پاسخ مهر را به آغوش آتشینت داده ای مادر؟
شاید اینان شما را از مهر تهی کردند که این گونه همه چیز را به وظیفه بدل کردید و حال از دنیای مریضتان می شرمید. حاصل همخوابگی زنان در آغوش زنان چیست؟ مرد در آغوش مرد چه بر دنیای داده است؟ مادرم راست می گوید، او همه حقیقت را به نزد خود فراهم آورده است. او و همخوابگی هایش به جهان افسود تنی را که بدرند، نه جهان که هیچ، خود خیشتنش را بدرد. او برای پاره پاره کردن جانم مرا آفرید. چه نزدیک ندایتان به گوشم که هر دو از نطفی برابر به جهان آمده اید. آری هر دو به یک صدا و با یک لحن سخن میگویید. این دگر سخن نیست، تنها فرمان است. شما به فرمان عادت کرده اید و باز فرمان می رانید. اما من از آن فرمان برداران پست نبودم. آری من آنم که اگر مهرم بر دل زنی بود او را به آغوش کشیدم، بی آن که نظم بیمار شمایان را بخوانم، بی آن که سر در برابر کثرتتان فرود آورم. به ازدیاد خود ببالید که بیشک همه چیز را در میان همین زایش بی تدبیر فرا خوانده اید. با هم همان درد آلوده را تکرار کنید و همان مرگ تکرارها را فرا بخوانید و باز زایش کنید. باز از همان زایش خود مدد گیرید و بر نهان بتراشید که این هماغوشی بی حاصل و عبس است. مهر نزدتان بی مهر است، همه چیز را به بینامی خود آلوده کرده اید. شمایان در این پوچی جهانتان هر ارزش را بی ارزش خواهید خواند و چه خواهید دانست از آن هماغوشی آتشین دو زن که دنیا را در خود دیدند؟ ندیدند شما را چه سود و زیان که آنان به هماغوشی هم در آمدند. تمام دنیا را در میان همین جستنها تلف بردید که کسی از دورتری مدام برایتان خواند شما حق بر زمینید. و حال بر من میخوانند، میخواند آن پدر که حرام زاده مرا دیده است. او مرا از تخم و ترکه خود نمیداند. مادر را به تهمتی خواهد راند که او ولد زناست. مادر فریاد کنان بر سر و صورتم خواهد کوف که بی افتی من بی افتی او را خوانده است. ای وای که چه دنیای مریضی ساختند این بیماران به فرمان آن بیمار در آسمان ها. باز می خواند و اینان می خوانند و آن شاهد در کمین است تا بوسه مرا به چشم ببیند. آنگاه که عرش خداوندی به لرزه در آمد، به هر بار کوفتن شلاق بر پشتم استحکام خواهد دید. این تخت پر ظلم و جنایت به جنایتی دیگر. وطنم، بی وطنم، وطنی ندارم و همه چیز در میان همین لاشه اسیر مانده است. این تن لاجان را از دل کوها عبور دادم. آری به میان تیرها رفتم، دریا را پیمودم، خطر را خریدم. من بی وطن در جستجوی وطنی برآمدم و حال خانه ای تازه منزلگاه من است. دیگر مادر نیست تا به زخم بخشکاند، دیگر پدر نیست تا به زخم زبان مادر را به جایگاه دیوانگان بکشاند، و دیگر تو نیستی تا به هماغوشی من تخت بلرزانیم، شلاق بچرخانیم، نگاه برخسانیم و دنیا بخشکانیم. دیگر هیچ کس نیست جز نگاه
آلوده مردمان، دیگر هیچ تن نیست جز زخم زبان غربتیان. آنان میخوانند ما را آواره میدانند، ما را به تمسخر میخشکانند. واش آنان ما را برون خواهند فرستاد، ما را باز خواهند فرستاد، به ما نگاه خواهند کرد، شاید از ما کام بگیرند که بی پول و رونق جای در جهان نیست که زیستن را آسوده دارد. آنان برای بهره جستن خدا را ناخدا خواهند کرد، آنان دنیا را دگرگون خواهند کرد تا کام گیرند از آن چه لذت است. آلت و لذت را با هم و در کنار هم پرستیدند، نه بالاتر از آن. آنان اگر به آلت سجده بردند، چون میدان آنان در دل لذت بود، عاملیت لذت را پرستیدند. و حال من بی آن که ذره مهر را طلب کنم، زیر دیوانه لذت پرست فریاد می کشم، تن می فروشم. وطن، وطنم را خریدند و تنم را فروختند و وطنم را دریدند. بی وطن ماندم، این تن دریده را گاه به سودای لذت دریدند و گاه به نجوای قدرت. ای وای که چگونه دورم کردند، چگونه به استقبالم آمدند، آمدند تا نشان دهند شهر آنان شهر بی اسمتی و بی افتی نیست. عرش لرزان خدا آنان را فرمان داد، یا یادواره های از دور دستان که بر آنان میخواند، وجود مردان زن نما و زنان مرد نما دنیا را به هلاکت خواهد رساند. پس آنان بران شدند تا مرا هلاک کنند. وطنم را دریدند، بدر و بشکن و سخانها را در بیاور و به برون بریز، دگر چیزی از آن نمانده است و حال باید که پاره کنند. باید هرچه عقده در دلت مانده است را به جان من وانهی و آرام بنشینی. بدر تنم را، بدر و پاره پاره کن. مشت ها بدل به سنگ شد و شلاق به چوب. مردی از دور آمد تا بلوکی سیمانی وجود لاجانم را به لاشه بدل کند. کوفت اما باز صدای شکستن استخوان بود، باز شکست مرا و رهایی نداد. دوباره بشن، دوباره پاره پاره کن، بدر و هیچ مگذار که لایق دریدن خواندهند این جان را. اما همه در این شهر برای دریدن نیامدند، برخی آمدند و به ناتوانی ما تن را دریدند، برخی به قدرت دریدند و حال آمدند تا به تدبیر و حکمت باز هم بدرند. دورم کردند، بر من خواندند که باید یک جنس را برگزینم، یا از زنان باشم و یا از مردان. مرا به حال خود رها کنید، من از شمایان نیستم، به نظم شمایان نیستم. این چه دیوانگی است که همه را افسار شده نزد خود می خواهید؟ این فرمانبری را که به شما آموخته است که فرمان دادن آیین و نافرمانی و اجتناب راه نداشت و حال فرمان می دهید. قصاب آورده اید، او آمده تا مرا ختنه کند، آمده تا آلتم را ببرد، آمده تا آلت به جانم بکارد و زین پس مرا نام تازه ایند. وای آمدن تا مرا دگرگون کنند، آمده تا از من تازه انسانی پدید آورند. در خواب دیدم آن ماشین کشت را که آدمیان ساختند،
همه را به خود می‌بلعید، همه را در خود فرو می‌داد و برابری با دیگران را می‌ساخت. اینان از تغییر بیزارند و این گونه همه را یکسان خواهند کرد. در خواب دیدم که همه را به آلتی یکسان بدل کردند، همه را به یک شکل ساختند و این گونه همه یکتا شدند. مرا نیز به آن ماشین سپردند، اما من تا به یکسان بودن نداشتم. مرا به باد تغییر تکان داد، من از اینان نبودم و به نظمشان در نیامدم. باد به جانم دمید و مرا از آن دیار نفرین شدگان دور کرد. خود را به دستان باد سپردم، بر او خواندم مرا وطنی ببرد دورتر از دیوانگی ها. او مرا برد و خواند به بهترین خانه بشر، تو را منزل خواهم داد تا از آنان باشی و در کام آنان فرو روی. بهشت موعود، آرمان شهر، مدینه فاضله، آنجا که انسان حاکم بود، قانون آدمی، حکم، فرما و هرچه از تعصب خوانده بودند را به دور خواندند و مرا وطنی از آنان فرا خواند. وطنم را آرام کردند، وطنم را مسکوت ساختند و انفعال همه وجودم را فرا گرفت. باز هم دورم کردند، این بار کسی را میداندار دریدن نبود، کسی به تأخیر زبان نگشود و ترحم همه وجودم را اسیر خود کرد. نگاه کردند، مرا دیدند و هر کس خواند او بیچاره است، بی وطن و بی خانمان است، او درمانده است، او را باید در دل خود جای داد که بی پناه است. او بیمار است، بیمار است، او بیمار است. در خیابان بودم، همه نگاهم کردند، در گوش هم گفتند او بیمار است. کسی تفاوتم را ندید، حتی یک بار هم به نظم خود شک نبردند و بی تأمل تنها مرا معیوب و بیمار دیدند. گاه بیمار بودم و گاه قابل ترحم. گاه بر من خواندند که باید خود را به چنگال تغییر در راه همرنگی بسپاری و گاه دیوانه‌ای مرا کوفت، تکه و پاره کرد، تنم را درید. هر بار به تحفه‌ای مرا به درون خواندند و مسکوت نگاشتند و تصاویرم در این سکون و سکوت ترویج شد و به عرصه رسید. دوباره تنم را دریدند، این بار مرا با دیگران تمایز است. آنان مرا به تفاوت ندیدند، مرا از خیشتن نمی دانند، مرا جایگاهی نخواهد بود که آنان تنفری در درون خواهند خواست و خواهند داشت. تنها نقطه‌ای که همه این آدمیان به من خواندند آن بود که من آنان را به راهی دور از نظم خواهم بود. آنان مرا آزار دهنده خواندند که نظم اینان را برهم خواهم زد. همه یک صدا و یک دل بودند که بودن من در کنار آنها ثبات را از آنان دور خواهد کرد. و این گونه بود که گاه شلاق، گاه تهدید، گاه دشنام، گاه تحقیر، گاه ترحم، گاه بیمار خوانده شدن، گاه دور ماندن از عدالت و گاه مرد کمینم کرد. همه یک چیز خواندند و به آخر تنم را دریدند. حال که تنم دریده است و وطنی ندارم، به باد میخوانم که مرا دور کن، مرا از این دنیا دور بر و وطنم را به من بنمای. او چیزی نگفت و نزدیکم نیامد. به خورشید خواندم، به ماه گفتم و با ستارگان در میان گذاشتم، اما هیچ تن پاسخ مرا نگفت. همه مرا طرد کردند، شاید
با نظم آنان هم متفاوت بودن. شاید آنان هم زوج آمدند، آنان هم تولید مثل کردند و آنان هم از اینان بودند و کسی مرا پاسخ نگفت. تنها عزلت کردم و در خاموشی با خود خواندم. دنیا برایم میخواند و این وطن تازه مرا به خاموشی میرساند، اما سرآخر همه چیز تنم فریاد زد. این تن دریده شده فریاد زد، درد کشید، رنج برد، شلاق را به جان خرید، دردها را کشید، استخوانش تکه تکه شد، اما باز ماند و ایستادگی کرد و به آخر تمام ایستادگی ها تنم خواند و تنت را بساز. او گفت باد به رقص در آمد، خورشید نورش را بیشتر تاباند، ماه در روز بیرون آمد و فریاد کشید، ستارگان می رقصیدند، دریا و کوها به وجد آمدند، همه و همه بر من خواندند که وطنت را باید خیشتن بسازی. تنم وطنم بود و حال وطنی خواهم ساخت که در آن همراهانم منزل کنند، نه به دشنام بهراسند، نه به تحقیر نالان شوند، نه به شلاق داغان شوند، به سهلنگاری دور خوانده نشوند و خیشتن دنیای خود را بسازند. تنم وطنم را ساخت، همان تنی که دیران آلوده پنداشتند، وطنی خواهد ساخت که آرزو و زندگی را به وسعت باور خیشتن بپروراند. وطن مهد باورهاست و هموطن هم باوری که دور در این دنیا نزدیک به تلاش ما در آینده در کنار ماست. هموطنان را فرا خواهم خواند تا وطن را با تنان دردمندمان بسازیم.